درود و سلام و خسته نباشین، خدا کنه که جور و صحتمند و سرحال باشین و در پناه حق باشین، همراه پرنده های خود خوش و خوشحال باشین. دوستا در واتساپ ما عزیزانم که برای ما پیام داده بود، ما میخواهیم که در باره در سواله از اونا پاسخ بدم. و اولین دوست ما که برای ما پیام داده بود درباره مرگ میری ناگهانی چوچه ها است که پیام داده بود مرگ میری ناگهانی چوچه ها در داخل کالنی چیست. دوستا یکی از دلایلش این است که چوچه ها مثلا به وقت مثلا از داخل لانه خود در پایین پرت میشه و یا ای که داخل امو لانه از او چوچه ها زیاد است و یکی از او خود بیرون میندازه، چون جای اونجا اوقدر فضایی نیست که مثلا اونجا کلشان جا به جای شوه و محفوظ بمانه. به این دلیل هم شده میتونه که و یک چوچه هایش مثلا بیا به پایین و امو بمیره. به او خاطر دوستا که باید ما چی کاری بکنیم که از مرگ میر نگاهانی چوچه ها مثلا جلوگیری کنیم، چون اگر از داخل لانه بیرون آمد دیگه مثلا او چوچه خیلی خورد است، نمیتونه که مثلا امو نزدیک پدر مادر خود شوه، یا مثلا داخل کالونی اگر باشه دیگه مثلا پرنده او رو بیا مثلا او رو دانه بیتیه و دانه زو فیدینگ بکنه که او رو دانه بیتیه تا که او سیر شوه. به او دلیل باید شما کار بکنید دوستا که قبل از اینکه مثلا او چوچه به وقت مثلا بیرون بیایه، شما ببینید که جایی که مثلا اگر در کالونی هست و جایی که ببین مثلا چوچه هایی که مثلا نو بیرون شده در او جایی که کم است چوچه ها، اما چوچه دیگر را اونجا سیت بکنین و داخل از او لانه دیگه بگذارید که تا او مثلا چوچه محفوظ بمانه. و یکی مرگ میر ناگهانی هم یه شده میتونه که دوستا در فصل زمستان هوا سرد است و چوچه ها که مثلا داخل خود پرت میکنه داخل زیر میه داخل قفس و او دوستا به خاطر ازی است که شما کوشش بکنید که اندازه هوای اما داخل کالونی را گرم نگاه بکنید، این درجه 20 اگر 20 هم باشه کدام بازم کدام مشکل نداره، اگر 22 23 الی 25 که است برای ازو خیلی هوای خوب است که برای چوچه های ازو تقریبا میتونه که در اگر یک بار فیر شوه میتونه که پرنده چوچه پرنده چوچه فینچ در حدود 24 ساعت یعنی یک روز میتونه که زنده بمانه. پس شما اگر 4 ساعت 5 ساعت اگر وقت داشتین یک بار در کالونی خود نظر بکنین ببینین که کدام چوچه ای که مثلا خیلی خرد است و پس بتن ور داخل جابجایی بکنین و او میتونه که چوچه های شما مثلا از مرگ میر ناگهانی حفظ شوه. و دوست دویم ما که سوال کردن که گفته چی زمان چوچه ها را از پدر و مادر فینچ یا از پرنده جدا کنیم و چی فایده دارم. دوستا زمانی که پرنده را میخواین که چوچه های پرنده را جدا بکنین تا که امو پرنده پدر و مادرش دوباره در تخم کدن و تخم گذاری آماده شوه، او فقط 16 الی 17 روز است که در بیرون مثلا میمانه. فقط نوکی امو منقاری امو پرنده که است مازی کمی در آخرای امو منقارش که است کمی سرخ میشه، در او اصلا میتونین شما دوستا امو چوچه های از او را جدا بکنین که به خاطر فایده ایش است که دوستا امو پدر و مادری از امو پرنده که است دوباره دیگه به تخم گذاری آماده میشه. و دوست سیوم ما در واتساپ پیام داده، در وقت تخم گذاری برای پرنده ها چی بدهیم بهتر است؟ خب دوستا در وقت تخم گذاری که است دوستا پیش از اینکه مثلا تخم گذاری بکنه پرنده شما اولا باید تخم آبجوشه که در هفته دو بار باید بتین، یعنی میتونید که فقط در دو هفته
همین پروسه را شما طی بکنید دوستان، که چون تخم امو پرنده هم محکم میه هم مستوار، و داخل امو تخم که هست تخم پرنده یعنی میتونه که مثلا خیلی موادی بیا داخل خیلی سخت و هم محفوظ و هم گرم باشه. خب دیگه راه های دیگه هم داره که مثلا در وقت تخم گذاری، مثلا از قسمی که من در ویدیوهای قبلی من برای شما دوستا گفتم که چی باید بیتیم برای پرنده ها، میتونین ویدیوهای مرا مثلا در چینل ما برین در باره پیش ازی که مثلا تخم گذاری بکنن پرنده ها، برای ازو باید چی چیزا رو بیتیم در ویدیوهای ما در اوجه موجود هست. شما یک بار در ویدیو در چینل ما سر بزنین، مکمل درباره از ما یک ویدیو ساختیم و را میتونین که دوستا ببینین. و دوست سوال چهارم، دوست ما پیام کرده که درباره تمپریچر داخل اتاق پرنده چند باید باشد تا که پرنده فینچ به نسل دهی آماده باشد. دوستا تمپریچر داخل اتاق فینچ که هسته 25 خیلی هوای خیلی برابر است تا که دوباره نسل گیری شروع بکنه، و خیلی تا 25 26 27 هم که هست کدام مشکل نداره. اگر تمپریچری در زمستان تمپریچری اتاق از 18 به پایین باشه، دوستا قطعی که هست فنج دیگه برید نمیکنه، یعنی نسل گیری نمیکنه، تخم گذاری نمیکنه. شما دوستا کوشش بکنید که از هیتر استفاده بکنین و گرم کن باشه و چی بخاری باشه مثلا شما در داخل اتاق از تو استفاده بکنین تا که او گرم باشه. تمپریچر خیلی ضروری است داخل اتاق پرنده، که ما ویدیو قبلی ما در اونجا موجود است که تمپریچر چی رقم باید مسجد بکنیم، در ویدیو ما اونجا است. شما هدف در چی ما سر بزنید در چینل ما و ببینید در ویدیو در باره تمپریچر HTC2 تمپریچر هستی که ما در اونجا مکمل معلومات دادیم که باید در چند درجه حرارت داخل اتاق پرنده باشن. و دوست پنجمی ما سوال کن درباره منقار فنج چرا زیاد بلند می شوند و چی چیز بدهیم منقار فنج زیاد دراز نشود. خب دوستا منقار فنج همه قسمی که بدن فنج مثلا در حال رشد است، همه قسم منقار یا نول همه فنج که است رشد میکنه. خب چی مثلا باید بیتیم که همه منقار از زیاد دراز نشوه؟ باید از کلسیم، برام کلسیم اینجا ما دارم برای شما نشان میتونم دوستان. و این قسم کلسیم برای پرنده فنج بیتین دوستان، این خیلی برش فایده میکنه، چون که نمیمانه که منقار از او پرنده زیاد دراز شوه. این را به نام کلسیم میگه. اگر شما دوستا اگر پیدا بکنید به نام فور سیزن کلسیم است، یعنی چهار فصل که است کلسیمی است که دوستا این خیلی فایده میکنه که نول هم برای بدن مو هضمیت پرنده خیلی فایده داره و هم به خاطر دراز شدن نوکای و یا منقار پرنده خیلی کمک میکنه. و یکی چیز است و دویم دیگه ای که خیلی مفید است و او ای است که کف دریا کتل فیش که است دوستا، ای خیلی فایده میکنه تا که منقار پرنده دراز نشه و هم در هضمیتی پرنده که هست فایده داره و هم برای ای که منقار پرنده زیاد دراز نشوه این خیلی فایده میکنه. خب دوستا از این خیلی لازم است، این 100% باید داخل قفس پرنده و یا کالونی پرنده موجود باشه دوستا. و شما میتونید که دوستا اگر از خشتی مثلا خشتی باشه که خشتی زیاد سخت نباشه دوستان، میتونید داخل قفس پرنده بگذارین،
او هم خیلی فایده میکنه تا که منقار پرنده زیاد رشد نکنه، دراز نشوه. خب دوستان، دوستای عزیز ما سوال ششم اینجا گفتن که در زمستان برای فین چی بدهیم تا که بدن پرنده گرم بماند و از کدام هیتر استفاده کنیم و در داخل کالونی پرنده ها؟ خب دوستا، در زمستان که است برای فینچ که است، قسمی که گفتم تخم آبجوش خیلی مفید است تا که بدن پرنده گرم بماند و از دوایی که مثلا ما در ویدیو قبلی ما هم هست که او یکیش هست به نام ویدیسین است و یکی دیگه هم کولیسول است. کولیسول هم خیلی خوب است، در زمستان باید از او بتیم هفته یک بار از کولیسول استفاده بکنیم که ما اینجا عکس باز در ویدیو میمونم بر شما دوستا. از کولیسول استفاده بکنین، این هم میتونه که دوستا بدن پرنده گرم بماند. و دانه هایی که مثلا استفاده باید بکنیم، از دانه کتان باید استفاده شوه برای پرنده و یکی دیگه از جوی دوسره میگه دوستان، ما اورم بر شما نشان میتونم دوستان که از او خیلی لازم است که داخل در زمستان در داخل قفس پرنده بمانیم. خب دوستا، این را به نام جوی دوسر، دوسره یاد میشه که در داخل قفس پرنده بمانیم. این خیلی گرم است در زمستان، یعنی 100% لازم است که باید از این داخل قفس پرنده بمانین و از استفاده بکنه دوستا، میتونه که بدن پرنده گرم بماند. و از کدام هیتر باید استفاده بکنیم دوستا؟ هیترهای مختلف است که در بازار عرضه میشه و یکی از چیزهایی که مثلا خیلی مفید است امو بلب یا امو لایتی که مثلا داخل قفس پرنده میمانین، یعنی حرارتش مثلا خیلی نرمال است. اگر شما از او استفاده بکنین خرچش کمی بالاتر است. 100 وات میه که من اینجا عکس باز برای شما میمونم دوستا، ببینین دوستا عکس که داخل کالونی پرنده خیلی مفید است. و هیتر که گفتین دوستا، هیتر چند قسم هیتر است. یکی هیتر بخاری است که بخاری میتونه دوستا داخل بالای هیتر، اگر امو بخاری یا منقلی که شما میمانین دوستا بالای امو منقل یا همو هیتر داخل یک کاسه آب پر از آب باشه، داخل بالای هیتر بمانین تا که از امی هوایی که مثلا از آب که بیرون میشه یا تفت جور میشه دوستا، او خیلی مفید است. یکی از ما ایرا به خودم سنجش کردیم، خودم دیدیم برای ما فایده زیاد داشته، ما از این خیلی فایده زیاد گرفتیم دوستان. چون در زمستان نیست که مثلا از ما از کولر استفاده بکنیم یا از پکه استفاده بکنیم تا هوا رو مستقیم داخل مو لانه های پرنده ببرن، چون این برای چوچه های فنچ هم خیلی فایده داره. اگر شما بالای بخاری یا هیتر آبی را بمانید که از او تفت از او بیرون شوه و این همو اتومات داخل همو لانه های فنچ شده و میتونه که برای صحتمندی فنچ و چوچه های فنچ خیلی مفید باشه. خب دوستا، امی شش دوست ما مثلا شش نفر سوال کرده بود. اگر شما هم دوستا کدام سوالی داشتین، ما در خدمت هستم دوستا. فقط منظور ویدیو ما این است که دوستا ما بتانم که به یک دوستای خود و عزیزانی که مثلا برای ما واتساپ میکنه و پیام میده، ما فقط برای اونا بتانم یک خدمتی انجام بدم، چون ما تجربه کافی در باره فنچ دارم. تقریبا 3 سال میشه که ما در باره فنچ معلومات دارم که از چوچگیری شروع کرده، مثلا از اولی که مثلا ما شروع کردیم از چند تا بوده و چند تا رساندیم و مکمل برای ما از الف تا یا را برای ما معلومات هسته و معلومات دارم در باره فنچ. و این بود ویدیوی ما، خدا کنه دوستا خوش شما آمده باشن. حتما چینل ما را سبسکرایب بکنین و بیل آیکن هم بزنین تا که ویدیوهای جدید ما که میاید برای شما
دوست یک باشه تا خدمتی برای شما کرده باشم. خدا یار و مددگار شما، خدا حافظ.